سرخط مهمترین های امروز. رایزنی ها برای رهایی زندانیان حکومت و طالبان. طالبان اما دیشب در پکتیا دست کم 14 نیروی مرزی را کشتند. روند سرپرستی ها زمین ساز فساد اداری. حکومت در تلاش معرفی کابینه جدید به مجلس نمایندگان. بر اساس معیارها و شایستگی نامزد وزیرا را با پارلمان افغانستان برای کسب رای اعتماد معرفی بکنند. بیشتر از 600 مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته در کشور. 11 تن از هموطنان جان شیرین خدا از دست دادن و 50 تن دیگر شفا یاب شدند. بسیاری از شهروندان همچنان بی‌پروا در برابر این ویروس. و هشدار دبیرکل سازمان ملل از قحطی گسترده در جهان. بیننده مهمترین ها از یک با من نصرت منصور هستید. مشروع خبرها. رایزنی ها میان هیئت های حکومت و گروه طالبان بر سر کارشیوه رهایی زندانیان دو طرف جریان دارد. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید جزئیات در پیوند به این رایزنی ها بعداً با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد. از سوی هم برخی عضوای مجلس سنا تاکید میکنند که حکومت نباید به خواست ها برای رهایی زندانیان مشخص طالبان تمکین کند، در حالی که گفتگوهای میان افغانان گام پس از رهایی زندانیان پنداشته می شود کار روی ایجاد شورای عالی مصالحه پایان نیافته است. دومین روز حضور هیئت فنی طالبان در کابل، رایزنی ها برای چگونگی تبادله متبقی زندانیان کماکان ادامه دارد. با گروه کاری حکومت افغانستان در حال بحث و گفتگو هستند که میکانیزم ها برای تبادل اسیرا و رهایی زندانیا چی خواهد بود، روی از او بحث میشه. منبع‌های نزدیک به طالبان میگویند که حضور این هیئت در پایتخت تنها به هدف گفتگو در مورد کارشیوه رهایی زندانیان است. هیئت 5 نفری کمیسیون زندانیان امارات اسلامی افغانستان به کابل رسیدند و روی تشخیص و تثبیت اسرای امارات اسلامی افغانستان فعالیت‌هایشان متمرکز هستند. بغیر از این دیگر هیچ صلاحیتی ندارند. این نگرانی وجود دارد که هیئت فنی طالبان همانند هیئت پیشین این گروه بر رهایی افراد مشخصشان تاکید نورزند. اگر این هیئت مثل هیئت قبلی را بازم به خاطر در موبایل رهایی اسیرایشان اگر اونا تفکیک قائل بوده باشند، خاص مشخص داشته باشند که بعد این تعداد و این اشخاص افراد رها شود و دیگران رها نشود، باز فکر میکنم یک خواست بیجاست. از سوی دیگر 10 روز پس از حل تنش‌ها و امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله، انتظارها بر ایجاد زودهنگام شورای عالی مصالحه ملی است. نقش شورای عالی مصالحه در پروسه خیلی مهمه و این شورا باید هر چه زودتر کار خوش شروع کنه و در پروسه صلح من فکر میکنم نقش مهمی رو ایفا خواهد کرد. اما آنچه از سخنان سخنگوی ریاست جمهوری برمی آید، تا اکنون کار ایجاد شورای عالی مصالحه ملی تکمیل نشده است. ایجاد شورای عالی مصالحه ملی یک اقدام بسیار اساسی است. کارهای مهم، کارهای اساسی صورت گرفته، اما یک روند است، یک پروسه است. قرار است که کارهای مهم دیگه هم در این قسمت اجرا شود. نگرانی کلان از حضور هیئت فنی طالبان در کابل این است که مبادا بار دیگر این هیئت درخواست رهایی زندانیان مشخص این گروه را مطرح سازد و از سوی حکومت پذیرفته شود.
در حمله شب گذشته طالبان در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا دست کم 14 نیروی مرزی کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید طالبان با انجام این حمله آتش بس را نقض کردند. در این حمله 3 تن از این نیروها زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. در همین حال برخی آگاهان نظامی و شهروندان کشور با انتقاد از نقض آتش بس از سوی طالبان از این گروه میخواهند که دست از جنگ بردارند. پس از پایان آتش بس 3 روزه از سوی حکومت و طالبان چند روز بود که آتش جنگ در کشور خاموش بود. اما پس از پروان این بار طالبان شب گذشته بر پاسگاه نیروهای مرزی در ولایت پکتیا شب خون زدند. حمله غافلگیر کننده ای که در آن 14 نیروی مرزی کشته و 3 تن از این نیروها زخمی شدند. این حمله در حال صورت گرفته که همین امروز دفتر شورای امنیت ملی از ادامه آتش بس با طالبان خبر داد. نافرمانی از هدایات رهبری طالبان معنی این میده که در بین ازیا گروپ های مختلف با اندیشه های مختلف و در این زمان با مخالفت به پروسه صلح است. پیشتر برخی منبع ها در حکومت و طالبان هم از ادامه آتش بس خبر داده بودند. موضوع سرنوشت ساز در شرایط کنونی که از کمیسیون حقوق بشر گرفته تا آمریکا، ناتو و اتحاد اروپا بر آن تاکید می‌کردند. دولت ما تمام آنچه که لازم بوده و کمک می‌کرده پروسه صلح انجام داده، حالا نوبت طرف مقابل است که انعطاف خود نشان بده و روند با سرعت بیشتر پیش بره. اما پرسش این است که آیا طالبان واقعاً اراده‌ای برای صلح و آتش بس دارند؟ در جوزجان طالبان شب گذشته بالای یک ولسوالی حمله کردند که مقام‌های محلی میگویند این حمله عقب زده شده است. شب گذشته گروه طالبان پیمان آتش بس را در ولایت جوزجان شکستند و بالای نیروهای امنیتی ما در ولسوالی منگجی که ولایت جوزجان حمله کردند که خوشبختانه این حمله شد توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولسوالی منگجی که ولایت جوزجان عقب زده شد. در ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب هم امروز نبرد شدید میان طالبان و نیروهای امنیتی کشور صورت گرفته است. از آمار تلفات این جنگ هنوز آمار در دست نیست. ادامه حمله های طالبان در اوج امیدواری ها برای آتش بس دائمی در ظاهر آب سرد بر این امیدها ریخت. اتحادیه اروپا ادامه کمک های مالی و سیاسی آینده خود به افغانستان را مشروط خواهد کرد. حفاظت از نظام جمهوریت، دموکراسی و ارزش های نوین در گفتگوهای سال از شرط های این اتحادیه به شمار می رود. 28 وزیر خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در شورای این اتحادیه با تصویب یک اعلامیه گفتند که این اتحادیه با تعهد داشت در حمایت از مردم افغانستان در مسیر سال امنیت، ثبات و دموکراسی ادامه میدهند. در این اعلامیه آمده که اتحادیه اروپا از تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح در افغانستان حمایت می‌کنند، اما باید دستاوردهای 19 سال پسین در این گفتگوها حفظ شود. اتحادیه اروپا از طالبان خواست آتش بس کنند و گفتگوهای میان افغانان را آغاز کنند. در این اعلامیه از طالبان خواسته شده که به توافقنامه صلح با آمریکا احترام گذاشته و به آن پابند باشند. حکومت در نظر دارد به زودی اعضای کابینه جدید را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. سخنگوی رئیس جمهوری میگوید پس از امضای موافقتنامه سیاسی حکومت مصمم است که در یک روند اعضای کابینه جدید را بر اساس شایستگی تکمیل کند. شماره از اعضای مجلس نمایندگان هم میگویند تنش‌های سیاسی پایان یافته و روند سرپرستی در وزارت‌ها در این مدت سبب فساد اداری شده و خلاف قانون است. شهروندان کشور نیز از اینکه کابینه حکومت افغانستان تاکنون تشکیل نشده و زمان بیشتر در زدوبندهای سیاسی سپری شد انتقاد می کنند. کم و بیش 2 ماه می شود که حکومت جدید به رهبری محمد اشرف غنی آغاز به کار کرد. یکی از دلیل های اصلی حکومت برای معرفی نشدن اعضای کابینه جدید در این مدت تنش های سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله بود. اکنون حکومت افغانستان میگوید که پس از امضای توافقنامه سیاسی مصمم است نامزد وزیران جدید را به زودی برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. سخنگوی رئیس جمهوری میگوید که
تشکیل کابینه جدید بر اساس معیارها و شایستگی صورت میگیرد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان کاملا آمادگی دارد که بر اساس معیارها و شایستگی نامزد وزیرا را به پارلمان افغانستان برای کسب رای اعتماد معرفی بکنه. خود امضای موافقتنامه سیاسی یک گام اساسی بود، یک پیشرفت است و حکومت برنامه‌های خود داره که چگونه ما در یک روند اعضای کابینه را تکمیل کرده و نامزد وزیرا را به پارلمان بفرستیم. صدیق صدیقی در مورد این که اعضای کابینه چه زمانی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی خواهد شد چیزی نمیگوید. از آغاز کار حکومت جدید نامزد وزیران خارجه، مالیه، امور زنان و اطلاعات و فرهنگ معرفی شدند، اما تا هنوز از سرنوشت نامزد وزیران تازه نفس برای دیگر وزارتها خبری نیست. شمار از عضوهای مجلس نمایندگان ادامه کار سرپرستی در وزارتها را خلاف قانون و عامل فساد اداری می دانند و نسبت به معرفی نشدن اعضای کابینه جدید از سوی حکومت در این مدت انتقاد می کنند. سرپرستی بیش از دو ماه مصداق بارز فساد اداری و رفتار خلاف قانون است. آقای غنی که بار بار شعار داده که قانون را زیر پا نمی کنه و سرپرستی را خاتمه می ده، اکنون که مشکل حکومت دوسر هم حل شده باید در اسرع وقت به این فرهنگ خلاف قانون خاتمه بده. تأخیر در معرفی کابینه جدید در میان مردم نیز سر و صداهایی را بلند کرده است. شماری از شهروندان می گویند دیگر نباید کابینه حکومت با سرپرست‌ها اداره شود. کابینه از اینا سلیقوی نباشه، باید نظر به شایسته سالاری خصوصا جوان محوری باشه. موافقتنامه سیاسی بین آقای محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به امضا رسیده، باز هم هنوز هم اعلام کابینه معلوم نیست. برنامه های جدیدشان و برنامه هایی که باید تازه شروع بکنن برای کشور هنوز معلوم نیست. پیش از این در زمان حکومت وحدت ملی هم شمار زیادی از وزارت ها و نهادهای حکومتی برای مدت طولانی از سوی سرپرستان اداره می شد. دو ماه پیش رئیس جمهور غنی در مراسم سوگندش تعهد کرد که نامزد وزیران را به زودی مشخص و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می کند. نتیجه آزمایش 63% افراد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت پسین مثبت بوده است. وزارت صحت عامه میگوید که از میان 985 مورد مشکوک مبتلا به بیماری کووید 19 در یک شبانه روز پسین، نتیجه 623 مورد آن مثبت بوده که شمار کل بیماران کووید 19 را به 13659 تن افزایش داده است. با آنکه وزارت صحت عامه با هشدار از گیر افتادن در یک فاجعه انسانی در کشور کلید مبارزه با ویروس کرونا را رعایت فاصله گیری اجتماعی و توصیه های بهداشتی می داند، هنوز هم بسیاری از شهروندان با آن توجه چندان ندارند. گیتی رحیمی گزارش می دهد. با افزایش شیوع ویروس کرونا در کشور، شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری هم افزایش یافته است. از شروع بیماری کووید 19 تا اکنون 246 تن از اثر این بیماری جان باختند. بر اساس آمار وزارت صحت هم در 24 ساعت پسین از میان 985 مورد مشکوک مبتلا به بیماری کووید 19 نتیجه 623 مورد یعنی 63% آن مثبت بوده و شمار کل ابتلا به بیماران کووید 19 را به 13659 تن افزایش داده است. در این مدت همچنان 11 تن از مبتلایان به این بیماری جان باختند. در 24 ساعت گذشته در سطح کشور مجموعاً 985 سمپل لابراتواری مورد آزمایش قرار گرفته و از میان 623 واقع مثبت کرونا تثبیت شده، 11 تن از هموطنان ما جان شیرین خود از دست دادن و 50 تن دیگر شفا یاب شده. با این جمع مجموعاً در افغانستان به تعداد 13659 واقع مثبت تا فعلا تثبیت شده. بر اساس آمار رسمی در 15 روز اخیر همه روزه نتیجه بیش از 50% آمارهای مشکوک مبتلا به ویروس کرونا مثبت بوده، آنچه که به بی‌توجهی مردم به ویروس کرونا و افزایش گشت و گذار آن نسبت داده می شود. مردم هم بی‌توجه در قبال از این ویروس است، همه فکر می کنند که سعیس خداوند مهربان است، اما
حفظ صحه را باید ما شما هم رعایت کنیم. چیزی که وزارت صحت عامه برای ما شما پیام میده کل شما در نظر بگیریم و جلوگیری از کرونا ماسک دستکش میباشد. از سوی شمار دیگر برای آن که از شر کرونا در امان باشند آگاهانه و ناگاهانه به هر دری میزنند. اینجا در پایتخت پزشک ادعا دارد که میتواند بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 را درمان کند، اما نمیخواهد داروها و چگونگی درمانش را مگانی نماید. دلته دا اوس موږ تقریبا شاوخوا 8000 کسانو ته دا دوا ورکړې ده او الحمدلله ټول جوړ شوي دي. او دا یو ډول دوا ده په یونانی اصطلاح باندې، یا د تغه یونانی طب یا نبوي نسخه ویلی سو، او دا د افغانانو لپاره یو ډېر ښه زیری دی چې دا دنیا تر اوسه پورې په دې باندې ټول تحقیق کړی دی او هیچا دا دوا کشف نه کړه. از ابتدای شوی ویروس کرونا تا اکنون 35921 مرد مشکوک مبتلا به بیماری کووید 19 در آزمایشگاه های کشور آزمایش شده. با نتیجه 13,659 مورد، یعنی بیش از 38% آن مثبت بوده است. امروز هم سلیمان یوسفی، یکی از کارمندان تلویزیون خصوصی آریانا، از اثر ابتلا به این ویروس جان باخته است. این در حالی است که بیش از این هم شماری از کارمندان رسانه‌ای به بیماری کووید 19 مبتلا شده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در کمتر از دو ماه پسین 15 پرونده خشونت با بانوان را به گونه برخط یا آنلاین ثبت کرده است. در این حال شمار از نهادهای پشتیبان حقوق بانوان میگویند که در دوران قرنطینه میزان خشونت های خانوادگی با بانوان در کشور افزایش یافته است، اما به دلیل ثبت نشدن آن کمتر گزارش شده است. وضعیت قرنطینه سبب شده که مردهای خشونت با بانوان کمتر ثبت شود. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر، در کمتر از دو ماه پسین 15 مرد خشونت با بانوان در این نهاد ثبت شده است. اما نهادهای مدافع حقوق بانوان میگویند که خشونت با بانوان در افغانستان با شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت گشت و گذار به گونه چشمگیری نسبت به روزهای عادی افزایش یافته است. افزایش خشونت هایی که در حق زنان صورت میگیره در روزهای اخیر واقعا نگران کننده است، به این دلیل که امکان دسترسی فامیل ها و بانوان و زنان به مراجع تامین عدالت و مراجعشان به خاطر گزارشده از خشونت ها هم محدودتر است. در بیشتر از یک ماه گذشته حلق‌آویز شدن دو بانو توسط یک مرد در فاریاب، قتل دو بانو با تفنگ شکاری توسط یک مرد در کابل، شکنجه و کشته شدن بانوی توسط برادرش در بدخشان و بریده شدن بینی بانوی از سوی همسرش در پکتیا بیانگر نوی از خشونت‌های فجیع در روزهای قرنطینه در کشور بوده است. افغانستان کشور است که خشونت علیه زن در اوج خود در کشور رسیده و متاسفانه تعداد کثیری از قضایا مورد رسیدگی جدی هم قرار نمیگیره. بسته بودن نهادهای حقوق بشری به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور سبب شده پرونده های خشونت بر ضد بانوان کمتر ثبت شود. از تمام برادرای ما می خواهیم که در یک چنین فرصت و حالتی که در قرن 21 بر ما مساعد شده، بیاین با فکر مدرن‌تر، با فکر متفاوت‌تر و روشن‌تر بانوان یک روشن فکر در افغانستان در کنار زنای افغانستان قرار بگیریم. با این همه 5 ماه پیش هم دادستانی کل و وزارت امور زنان افزایش خشونت‌های خانوادگی با بانوان را در کشور تکان دهنده گفته بودند. به دلیل نرسیدن نقشه های مسیر پروژه تاپی، کار استملاک و تثبیت حق مالکیت این پروژه متوقف است. رئیس عمومی استملاک و اسکان مجدد میگوید که تا حال کار استملاک و تثبیت حق مالکیت کمتر از 13 کیلومتر مسیر پروژه تاپی تکمیل شده و با رسیدن نقشه ها از سوی شرکت تاپی لیمیتد و وزارت امور شهرسازی کاران از سر گرفته خواهد شد. کار پروژه های کلان دیگر منطقه‌ای نیز از شیوع ویروس کرونا متاثر شده که بخش اول قطعه چهارم راه آهن خافرات نمونه آن است. افغانستان با کشورهای جنوب آسیا و آسیای مرکزی چندین پروژه مشترک دارد، همچنان با ایران. بیشتر این پروژه ها انرژی آسیای میانه را به جنوب آسیا انتقال می دهد. پروژه تاپی، کاسای گذار و راه های آهن کلانترین این پروژه ها شمرده می شود. حالا ویروس کرونا سرعت کار این پروژه ها را کند و یا متوقف ساخته است.
از شیوع ویروس کرونا کار تثبیت حق مالکیت و استملاک مسیر پروژه تاپی متوقف است. تنها 12600 متر این پروژه تکمیل شده است. اما رئیس عمومی استملاک و اسکان مجدد تاکید دارد که تا هنوز وزارت امور شهرسازی و اراضی و شرکت تاپی لیمیتد نقشه های مسیر پروژه تاپی را به خاطر استملاک نفرستادند. از او جایی که نقشه های مسیر پروژه تاپی هنوز از جانب شرکت تاپی و وزارت شهرسازی و اراضی مواصلت نورزیده، این پروسه متوقف شده و به مجرد ای که نقشه ها از جانب شرکت تاپی به وزارت شهرسازی و اراضی تسلیم داده بشه، ما کار تثبیت حق مالکیت و استملاک را عملا آغاز میکنیم. پیش از ویروس کرونا افغانستان تلاشای خود را برای ساخت ساز راه‌های آهن با کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه و ایران آغاز کرده است. حالا بخش از این راه‌های آهن متأثر از ویروس کرونا است. وزارت ترانسپورت می‌گوید که کار دیزاین بخش اول قطعه چهارم راه آهن خافیرات به دلیل ویروس کرونا با مشکل روبرو شد، اما حالا کاران جریان دارد. پلان ها و برنامه ها در زمینه وصل آسیای میانه با آسیای جنوبی از طریق افغانستان از قبل موجود بود. در صحبت های اخیری که میان وزرای خارجه افغانستان، امریکا و ازبکستان صورت گرفت، فیصله شد تا تیم های تکنیکی روی عملی سازی پروژه کارشان را آغاز نمایند. همچنان پروژه خط آهن آقینه اندخوی به طول 30 کیلومتر و قطعه سیم خط آهن خواف هرات کارش به طور نرمال جریان دارد. شمار از آگاهان اقتصاد به این باورند کار پروژه های توسعه‌ای در افغانستان به کندی پیش می رود و حکومت باید در این زمینه توجه کند. به باور این آگاهان تکمیل هرچی زودتر این پروژه ها درآمدهای حکومت را افزایش می دهد و صنایع کشور رشد خواهد کرد. بغیر از پروژه کاسا 1000 سایر پروژه های منطقوی بین آسیای میانه و جنوب آسیا تمویل مالی ندارند. پیشنهاد به این مرحله ای است که بجای تمرکز روی پروژه های چند ملتی، روی پروژه های دو جانبه منطقوی توجه بیشتر صورت بگیرد. صرف بحث‌های مقدماتی به ارتباط امنیت پروژه گرفته شده است و کار عملی در داخل افغانستان تا حال مشاهده نشده. تطبیق پروژه تاپی ضرورت به اجماع کشورهای عضو پروژه دارد. در صورت عملی شدن این پروژه، سالانه حدود 400 میلیون دلار تنها از طریق انتقال گاز افغانستان عاید خواهد کرد. به تازگی یک گروه فنی مشترک میان افغانستان و ازبکستان به هدف تمدید راه آهن آسیای میانه از طریق افغانستان به جنوب آسیا ایجاد شده است. و انتظار می رود راه آهن ازبکستان از طریق مزار هرات کندهار و یا مزار کابل تورخم به پاکستان وصل شود. سومین کشتی حامل گندم کمکی هند به چابهار رسید. شرکت انکشاف ملی میگوید که در این کشتی بیش از 5700 تن گندم انتقال یافته است و روند بارگیری چهارمین کشتی جریان دارد. با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از ویروس کرونا انتظار می‌رود هند 75000 تن گندم به افغانستان بفرستد و تا حال روند انتقال 21000 تن آن تکمیل شده است. این گندم ها در ذخایر استراتژیک وزارت زراعت انتقال می‌یابد و در صورت نیاز به مردم نادار توزیع خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد از قحطی گسترده در نتیجه شیوع ویروس کرونا در جهان هشدار می‌دهد. آنتونیو گوتریش می‌گوید اگر کشورها دست به کار نشوند، بیماری همگیر کووید 19 با گرسنگی و بیکاری گسترده سبب ویرانی و رنج غیر قابل تصور در جهان خواهد شد. حدود 5 ماه پس از شیوع بیماری عالمگیر کووید 19 برای نخستین بار رهبران جهان در مورد پیامدهای اقتصادی در ویدیو کنفرانسی گفتگو کردند. در این نشست دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر کشورها به زودی دست به کار نشود، قحطی ناشی از کرونا رنج غیر قابل تصور در جهان به بار خواهد آورد. ما با چالش‌های بزرگ در زمان خطرناک روبرو هستیم. رسیدگی به این چالش‌ها نیاز به پاسخ بیدرنگ و مسئولانه دارد. این یک بحران جهانی است که مربوط به همه است و پاسخ مشترک جهانی می‌خواهد.
کشورهایی که محدودیت ها را کاهش داده بودند حالا مجبور شده اند دوباره محدودیت وضع کنند. در کره جنوبی چند روز پس از بازگشایی مکتب ها کرونا دوباره اوج گرفت. تا جایی که دولت مجبور شد مکتب ها را دوباره تعطیل کند و محدودیت ها را بیشتر. کره جنوبی با 269 مورد مرگ و 11000 مبتلا نمونه موفق از مهار کرونا در جهان خوانده می شود. هین با ثبت بیش از 7000 مورد تازه در شبانه روز پسین قصد دارد پس از دو ماه برخی شهرها را از قرنطینه بیرون کند. از جمعیت 1.3 میلیارد نفری این کشور 165000 تن به کرونا آلوده شده و بیش از 4000 نفر هم تا کنون جان باختند. در ایران با وجود کاهش محدودیت ها کرونا همچنان در حال گسترش است. ما طرح ترافیک را حتما باید اجرا کنیم چون آثار عدم اجرای طرح ترافیک در تراکم جمعیت در داخل متروها و اتوبوس ها و همچنین کاهش زمان مسافرت از نظر اتوبوس ها را موجب می شود. بنابراین می تواند خودش باز در یه چرخه موجب اشکالات عدیدی در شیوع بشه. شمار مبتلایان به کووید 19 در پاکستان هم به 64000 نفر و قربانیان هم به 1134 نفر رسیده است. با این همه شمار مبتلایان به کووید 19 در جهان به بیش از 5.8 میلیون تن رسیده است. نزدیک به 3 میلیون نفر تا کنون صحت یاب شده و بیش از 360000 تن هم جان باختند. کوریای جنوبی یک محموله کمک‌های بشردوستانه را به ایران ارسال کرده است. این نخستین محموله اقلام دارویی است که کوریای جنوبی از زمان بازگشت تحریم‌های هسته‌ای آمریکا به ایران صادر کرده است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از رسانه‌های کوریای جنوبی گزارش دادند که این محموله با هواپیما به ایران ارسال می‌شود و شامل داروهای ویژه بیماری به ارزش 500000 دلار است. وزارت خارجه کوریای جنوبی هم گفته است که در مشورت با ایالات متحد در صدد گسترش صادرات کالاهای بشردوستانه شامل اقلام پزشکی و مواد و تجهیزات کشاورزی به ایران است. ظاهر نوری هم از تازه های ورزش خواهد گفت. بوستون یکی از قدیمی ترین رقابت های دوش جهان که قرار بود 20 آپریل برگزار شود و سپس تا 14 سپتامبر به توقف افتاد. حال به دلیل بحران کرونا به گونه کامل لغو شد. برای نخستین بار در 124 سال اخیر است که این رقابت ها لغو می شود. در نخستین دور که سال 1897 برگزار شد، تنها 15 دونده شرکت کرده بودند. اکنون بیش از 30000 دونده از بخش های گوناگون جهان در ماراتون بوستون رقابت می کنند. همچنین بیش از 1 میلیون نفر تماشاگر این مسابقه هستند. سازمان فوتبال لیگ سری آی ایتالیا تایید کرد که بازی های باقی مانده فصل از 20 جون دوباره آغاز می شود. در حالی که رقابت های مرحله نیمه نهایی کوپا ایتالیا در تاریخ 13 جون برگزار خواهد شد. هنوز 4 مسابقه مهم آتالانتا، ساسولو، انتر، سامپادوریا، تورنو، پارما و ورونا، کالیاری از هفته 25 وجود دارد که به تعویق افتاده و باید برای نخستین بار در تقویم برای از سرگیری در تاریخ 13 جون باشد. گفتنی است که دیگر تیم ها می توانند با حضور در هفته 27 از 20 جون دوباره شروع کنند. افزون بر این مسئولان لیگ برتر فوتبال انگلستان تایید کردند که بازی های لیگ از هفته جون اثر گرفته می شود و همه این 92 بازی در انگلستان با فرض تمام شرایط ایمنی پیگیری خواهد شد. این رقابت ها با انجام بازی استون ویلا با شفلد یونایتد و منچستر سیتی با آرسنال آغاز می شود که به دلیل فاینال جام کاراباو به تعویق افتاده بود. همزمان با این خاویر تباس رئیس سازمان لالیگا هم اعلام کرد که این رقابت ها از 11 جون دوباره اثر گرفته خواهد شد و قرار است در 19 جولای به پایان برسد. به منظور تکمیل فصل جاری هر تیم 11 بازی در پیش دارد، اما پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا اجازه بازگشت فوتبال را داده است. نخستین بازی برگشت در 11 جون دربی جالب بین سویا و ریال بتیس خواهد بود. مهمترین ها همین خز بود. ممنون که یک را بیننده هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.